دیشب خبر عمومی شد. آقای ترامپ تصمیم گرفت از پیمان کپ 21 پاریس، تفاهم‌نامه بین المللی محیط زیست که اعضا را به رعایت موضوعات حفظ محیط زیست وادار می کند، خارج شود. اگر مدیر فیسبوک و دیگر مؤسسات با این امر مخالفند، اما مؤسسات کوچکتر امریکا به دلیل سود بیشتر با آقای ترامپ موافقند. پیمان به سال 2015 در زمان وزارت آقای فابیوس و ریاست جمهوری آقای اولاند برمیگردد. آقای اولاند دیشب گفت تصمیم آقای ترامپ تصمیم شومی است. روزنامه لومون نوشت این تفاهم پس از 20 سال گفتگو حاصل شده بود. آقای ترامپ در سخنرانیش در پنجشنبه گفت As of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord. از امروز ایالات متحده هر گونه توافق پاریس و هزینه ها را که کشور ما را متحد می ساخت ترک خواهد کرد. وجدان من اجازه نمی دهد تفاهمی را بپذیرم که امریکا را تنبیه می کند. تفاهمی که چنین می خواهد، برای مثال چین از این امر سالها مستثنا شده است. ساعتی دیرتر آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و بعد از تماس تلفنی با آقای ترامپ گفت Je prends note de la décision du président américain de se désengager de l'accord de Paris sur le climat. از تصمیم رئیس جمهور امریکا مطلع شدم. به این تصمیم احترام می‌گذارم، اما متاسفم و باور دارم که این امر یک اشتباه برای کشور امریکا و مردم امریکاست و اشتباهی برای سیاره ما کره زمین. اما در کنار این خبرها، خبر خوش، توما پسکه، فضانوردی که 6 ماه پیش به ایستگاه فضایی رفته بود، ساعت 4:09 عصر امروز، زمانی که این فیلم را می‌بینید، به قول خودش به یگانه کره خاکی که داریم بازگشته است. سفر او 3.5 ساعت به طول کشید و در ساعت 12:45 نشسته در سفینه سایوز از آسمان خانه موقت 6 ماهش به زمین بازگشت. سفینه به هنگام بازگشت 3 قسمت شد. کپسول میانه سفینه مسافرین ماست. خطر به هنگام ورود به جو زمین است. دمای هوا در این لحظه 2000 درجه گرما و به دلیل سرعت 28,000 کیلومتر در ساعت که باید ترمزها به کار بیفتد و سرعت را به مانند یک هواپیما به 800 کیلومتر در ساعت برساند و مهمتر از همه اینها زاویه ورود سفینه به جو زمین است. به فیلم کوتاهی که توما پسکه قبل از بازگشت زمین سخنانی گفته توجه کنید. از اینکه اینجا را ترک میکنم کمی غمگینم. نمیدانم آیا روزی به این محل استثنایی باز خواهم گشت. 6 ماه زمانی طولانی بود و بی‌صبرانه میخواهم نزدیکانم و زندگی عادی را لمس کنم. عکس‌های توما پسکه عکس‌های استثنایی است. صحرای اردن و یا شهر مارسی. توما پسکه از بالا و بالاها می آید. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده